سلام بچه‌ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از بازی‌هایی آماده کردم که واقع گرایانه بودن اونا رو بهتر کرده. ما در مورد اینکه واقع گرایانه بودن باعث صدمه زدن به بازی‌ها شده ویدیو درست کردیم، ولی این یکی برعکسه. وقتی واقعی بودن بازی‌ها رو بهتر می‌کنه. شماره 10، یکی از سبکایی که واقع گرایانه بودن تونسته اونا رو خیلی خیلی بهتر بکنه، سبک مخفی‌کاری و یا همون استلت. چرا که قدیما اینطور بود که اگر شما داشتید مخفی‌کاری می‌کردید و بعد یکی از اون نگهبانا شما رو می‌دید، به صورت جادویی هر نگهبان دیگه‌ای که توی محوطه بود دقیقاً هر جایی که شما قایم می‌شدید می‌تونستن شما رو پیدا بکنن. انگار اینطور بود که وقتی شما رو ببینن یه رادیو بهتون وصل میشه و بعد هر جایی که برید اونا سر می‌رسن. خوشبختانه حالا که بازی‌های لر مدرن‌تر شده، هوش مصنوعی هم بهتر شده. یعنی اگر نگهبانا شما رو ببینن، فقط توی اون قسمتی که آخرین بار شما رو دیدن می‌گردن. یعنی اگر شما سری بعدش قایم بشید یه جای دیگه، اونا نمیتونن پیداتون بکنن. که خب این نه تنها بازی‌های مخفی کاری رو خیلی خیلی لذت بخش‌تر کرده، بلکه المان واقعی بودن رو هم به اونا تونسته به خوبی اضافه بکنه. شماره 9، نمیدونم چرا بازی‌های بیشتر از این کانسپت استفاده نمی‌کنن. اینکه شما بتونید محیط رو نابود بکنید. وقتی که به یک دیوار شلیک می‌کنید، اون دیوار آجراش بریزه یا سوراخ برای شما باز بشه. این یکی از چیزایی که من توی بازی‌های خیلی کمی دیدم. شاید بهترین اونا بازی رد فکشن باشه. اونجا هر ساختمونی رو که می‌دیدید می‌تونستید نابود بکنید و این فقط یه حالت می‌دونید دکوریتور و طراحی نداشت. شما می‌تونستید از اون به نفع خودتون استفاده بکنید. مثلا اگر اسنایپری بالای یک ساختمان بود، شما میتونستید با نابود کردن ستون دهن اون اسنایپر رو سرویس بکنید، نه اینکه ساختمون رو روی سر دشمنا بریزید. بازی های بتلفیلد هم از این قضیه استفاده کردن، مخصوصا توی بازی بتلفیلد بد کمپانی 2 شما میتونستید از این تکنیک توی موقعیت های متفاوتی استفاده بکنید. از نظرم اگه بقیه عناوین هم بیان از این سیستم استفاده بکنن، واقعا گیم پلی چند برابر جذاب تر میشه. شماره 8، یکی دیگه از چیزایی که توی خیلی از بازی‌های ویدیویی اصلاً اونو واقعی درست نمی‌کنن، آتیشه. وقتی شما یه چیزی رو آتیش می‌زنید، در حد چند ثانیه اون شعله بره و بعد خاموش میشه. اما می‌دونیم وقتی که ما یک چیزی رو آتیش زدیم، اگر اطرافش محیطی باشه که اونم قابل اشتعال باشه، آتیش پخش میشه. خب یه سری از بازی هستن که اومدن این قضیه رو واقع‌گرایانه درست کردن. یکی از اونا خیلی قدیمیه، فار کرای 2. آره، توی این بازی فقط کافی بود یک کوکتل مولوتوف پرت می‌کردید و بعد هر علفی که اونجا بود به سرعت می‌سوخت و این آتش همه جا پخش می‌شد. از اون جالب‌تر این بود که آتش همونطور که میتونست به شما صدمه بزنه، باعث می‌شد تا هلس دشمنا هم کم بشه. یه بازی دیگه که اونم از سیستم آتش خیلی باحال استفاده کرده بود، Alone in the Dark بود. همون بازی ریبوتی که در سال 2008 عرضه شده و خب بازی چندان درست و درمانی نیست، اما سیستم آتیش گرفتن توی اون بازی هم خیلی واقعی بود و شما میتونستید از اون برای حل کردن پازل های مختلف استفاده بکنید. یعنی که زمین آتیش بزنید تا اون هیولاهای جلوتون رو اینطوری نابود بکنید. شماره 7، خب اینی که میخوام بهش اشاره بکنم شاید اونقدر به گیم پلی بازی کمک نکنه، اما اینکه داخل بازی ازش استفاده بشه به نظرم خیلی میتونه اون رو جذاب تر بکنه. باش بیشتر ارتباط برقرار بکنید. دیدید که توی خیلی از بازی ها پت یا حیوانات خونگی وجود دارن. خب بعضی وقتا شما واقعا دوست دارید بگیرید این حیوانات رو ناز بکنید و همه بازی ها این اجازه رو بهتون نمیدن. یه سری از بازی ها هستن که خب شعورشون میرسه و اگر داخل بازی پت باشه به شما اجازه میدن تا اونا رو بگیرید ناز بکنید. از جمله این بازی ها میتونیم مثلا به بازی فار کرای 6 اشاره بکنیم. تصور بکنید اون سگ گوگولی که باهای عقبش مشکل داشت و مجبور بود از ویلچر استفاده بکنه، داخل بازی وجود داشت ولی شما نمیتونستید اون رو ناز بکنید. چقدر اعصابتون خرد میشد. اگه بقیه بازی هم به شما همچین اجازه رو بدن، به نظر من حداقل دنیاشون قابل باورتر میشه. شماره 6، الان که میخوام به این یکی اشاره بکنم دارم فکر میکنم که چقدر سنم زیاد شده، واقعا حس پیر بودم بهم دست داد. بذارید ازتون یه سوال بپرسم، تا حالا به بالا و پایین رفتن از نردبونا توی بازی‌های ویدیویی دقت کردید؟ نه، خیلی ساده بالا رفتید و پایین اومدید. میدونید چیز خاصی در موردشون وجود نداشته، چرا که امروزه همشون از یه سیستم خیلی خوب استفاده میکنن. اینکه شما وقتی میخواید از نردبون پایین بیاید لیز بخورید و سرعتتون خیلی بیشتر بشه. نمیدونم چرا بالا رفتن از نردبون اونقدر روی مخ نیست، اما پایین اومدن اگر لیز خوردن نداشته باشه واقعا اعصاب شما رو خرد میکنه. و بذارید اینو بهتون بگم، بازی های قدیمی تر
واقعا اینطوری بودم. لیز خوردنی در کار نبود. شما باید یکی یکی پله ها رو می اومدید پایین و این واقعا میتونست اعصاب شما رو خرد بکنه. جدیداً همه بازی از این سیستم ساده تر استفاده کردن که شما لیز بخورید. من نمیدونم دقیقاً چه بازی بود که اومد این ابداع و انجام داد، اما هر کسی که بود واقعا دستش درد نکنه. و بذارید اینو بهتون بگم، اگر در دنیای واقعی شما دستکش داشته باشید خیلی راحت میتونید این حرکت رو انجام بدید. شماره 5، همونطور که میتونید، یکی از محبوب ترین سبکایی که معمولا بیشترین فروش رو هم داره بازی های FPS و یا همون اول شخص شوتر هستن. در حال حاضر اینطوریه که شما دو نوع نشونه گیری دارید. اولیش اینه که خب بازی بهتون یه نشونه گیری ساده رو میده و شما میتونید باهاش شلیک بکنید، و دوم اینه که شما راست کلیک میکنید و یک مقدار زوم میکنید. اینطوری زاویه دیدتون کمتر میشه، اما تیرایی که شلیک میکنید دقیق تر میشه. این یکی از بهترین ابداعات داخل بازی های ویدیویی بود و در واقع یکی از دلایلی بود که کال آف دیوتی تونست انقدر رشد پیدا بکنه. بازی های دیگه هم بودن که از این سیستم استفاده کرده بودن، اما کال آف دیوتی بود که اون رو خیلی خیلی معروف کرد. الان انقدر همه بازی های ویدیویی اومدن از این قضیه استفاده کردن که شاید زیاد بهش دقت نکنید، اما توی یک دوره بود که شما نمیتونستید سلاح های خودتون رو زوم بکنید، همون نشونه ای رو داشتید که بازی اول کار بهتون میداد. و خب همونطور که میدونید اون نشونه زیاد نشونه گیریش دقیق نبود و خب این زوم کردن خیلی خیلی بازی ها رو ساده تر کرد. همونطور که میدونید این یک چیز واقعیه. شماره 4، یکی از چیزهایی که به نظر من 95% بازی های ویدیویی اصلا اونو خوب طراحی نمیکنن مپ و یا همون نقشه است. زمانی که شما نقشه خودتون رو باز میکنید تا بفهمید کجا هستید و کجا میخواید برید، معمولا این نقشه ها خیلی علکی پیچیده هستن و اونقدر بهتون اطلاعات درست درمانی نمیدن. اما یه سری از بازی هستن که نقشه هاشون واقعا باحال بود. از جمله این بازی‌ها میتونم به سایلنت هیل اشاره بکنم، چرا که اونجا اگر شما نقشه خودتون رو باز می‌کردید، کاراکتر اصلی وقتی به جاهای مشخصی می‌رسید برای خودش نوت می‌نوشت، این که مثلا این راه بسته است، اینجا فلان پازل قرار داره و می‌دونید اطلاعات اینطوری که خیلی خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. چند بار براتون پیش اومده که خب توی نقشه نگاه بکنید و با خودتون بگید آیا من اینجا رو گشتم یا نه؟ اگر این اطلاعات داخل نقشه نوشته شده باشه چقدر کار شما راحت تر میشه. یا مثلا توی بازی های آنچارتد نیتن ریک وقتی که به پازل های خاصی میرسه سری دفتر خودش رو در میاره و خب یه سری سرنخ رو اونجا مینویسه، و خب وقتی که شما به اون پازل ها رسیدید میتونستید با استفاده از این سرنخ ها به راحتی اون پازل رو حل بکنید. شماره 3، بازی هایی که فیزیک واقعی دارن. این قضیه هم میتونه توی گیم پلی تاثیر بذاره و هم از نظر گرافیکی. مثلا توی بازی جی تی آی وی و یا رد دد ردمشن به خاطر فیزیکی که داشت اگر شما به دشمن شلیک میکردید هم به قسمت‌های خاصشون تعادل اونا به هم میخورد و شما میتونستید از این قضیه به نفع خودتون استفاده بکنید. و یا مثلا توی بازی هاف لایف دو که شما میتونستید از اون سیستم فیزیک توی حل کردن کلی از پازل ها استفاده بکنید. از همین جالبتر مربوط به بثزدا میشه که شما تقریبا هر چیز رو میتونید بردارید و کارهای احمقانه انجام بدید، مثل گذاشتن سطل روی سر NPC ها و دزدی کردن ازشون بدون اینکه حتی بفهمند. شماره 2، این میشه توی بازی های RPG به چشم میخوره. چند بار شده که مثلا توی ویچر یا میدونید یک بازی RPG دیگه یه دشمن رو بکشید و بعد بگید واو چه زره جذابی داره، چه شمشیر خفنی، ولی بازی بهتون اجازه نده تا اونا رو بردارید. این اصلا واقعی نیست، چرا که در دنیای واقعی اگر شما کسی رو کشتید اگر شما کسی رو بیهوش کردید اون موقع میتونید هر چیزی که اون داره رو بردارید. و خب خیلی از بازی‌ها این اجازه رو بهتون نمیدن. چه بازی این اجازه رو بهتون میده؟ بازیایی که توسط بثزدا ساخته شده، میدونید Elder Scrolls و Fallout. وقتی شما کسی رو کشتید میتونید هر چیزی که تن اون هست رو بردارید، البته نه هر چیزی، لباسی رو سر جاش باقی میمونه. هنوزم با این قضیه مشکل دارم که وقتی این دشمنه داره باهاتون مبارزه میکنه انگار بی نهایت خشاب داره، ولی وقتی اونو میکشید و میرید لوتش میکنید کلن 5 تا تیر بهتون میده. اما اینکه بازی به شما اجازه میده اون تفنگ و زره رو بردارید باز خودش خیلی حساب میشه. شماره 1، شمشیرها اصلا توی بازی های ویدیویی واقعی نیستن. همونطور که میتونید خیلی از شمشیرها این قابلیت رو دارن که خب خیلی سریع اندام شما رو قطع بکنن، و خب توی بازی ها دیدید که شمشیرها معمولا این اجازه رو بهتون نمیدن، یعنی انگار مثل چوب بیسبال میمونه، به طرف ضربه میزنید بدنش زخم میشه، هر از گاهی شاید به صورت رندوم سر اونا رو قطع بکنه. این یکی از اصلی ترین مشکلاتی که من با شمشیر توی بازی های ویدیویی دارم، مخصوصا لایت سیبر، چرا که توی جنگ ستارگان داخل فیلم ها اینطوری بود که اون شمشیرها خیلی راحت میتونستن اندام رو قطع بکنن، اما توی بازی ها انگار دارید با چوب به طرف ضربه میزنید. تنها جنگ ستارگانی که من یادم میاد این اجازه رو بهتون داد اندام رو قطع بکنید جدای آکادمی بود که اونم باید یک رمز خاص رو میزدید تا این قابلیت براتون باز بشه. اما چه بازی بدون رمز بهتون اجازه میداد تا خیلی راحت
اندام رو قطع بکنید، متال گیر رایزینگ، بازی اسپینافی که از روی فرانچایز متال گیر ساخته شده بود و شما کنترل رایدن رو داشتید. شما نه تنها میتونستید هر اندامی رو قطع بکنید، بلکه با توجه به ضربه‌ای که میزدید اون اندام قطع میشد. این سیستم خیلی فوق‌العاده بود. هیچ وقت تکراری نمیشه که اون باسا رو بگیرید تیکه تیکه بکنیم. خب متاسفانه من توی بازی‌های زیادی ندیدم بیان از این سیستم استفاده بکنن. خب بچه‌ها، اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم مورد دیگه‌ای سراغ دارید؟ اگه توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر ما ویدیو حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم خوب داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.